همگی و بعد از ظهرتون بخیر. من امروز اینجا هستم تا تعدادی از اتودهای معماریم رو به شما نشون بدم، طرحهایی که از عالمی که در خیال ذهنم دارم ترسیم میکنم. ولی قبل از اینکه شروع کنم راجع به کارها حرف بزنم، مختصری دو سه دقیقه بگم چه شد که من شروع کردم به کشیدن این کارها. یه روز با بچه‌ها در دفتر نشسته بودیم و داشتیم از اوضاع نابسامان امروز حاکم بر سیمای شهرها، آشفتگی، پراکندگی، اختشاش، ناهماهنگی، که البته ما معمارها در حقیقت متهم ردیف اول این پدیده هستیم، ولی داشتیم قره کاری رو که خودمون مسببش هستیم به خودمون میزدیم و دنبال شریک جرم هم میگشتیم. بالاخره کارفرماها یا سطح سلیقه عمومی، تلقی عمومی مردم و تغییر اون تلقی از مفهوم خانه، همه در این آشفتگی تأثیر گذارن. ولی با خودمون فکر کردیم که اون میزان از خودخواهی و خودپسندی که امروز در تک تک بناهای منفرد که هر کدوم به خودی خودشون داد میزنن و مخاطب رو به خودشون میطلبن، میگن منو نگاه کن، چرا این ویژگی اخلاقی که بالاخره در همه آدم ها همیشه بوده، همه آدم ها دوست دارن مورد توجه قرار بگیرن، چرا 100 سال پیش این ویژگی بروز نمی کرده و سیمای شهرها کاملا هماهنگ بوده؟ به این فکر کردیم که شاید سرعت که پدیده ناگزیر زمانه ماست و قاعده و قانونی است که دنیای معاصر اون رو به ما به نوعی تحمیل میکنه، مسبب این پدیده شده باشه. چرا که سرعت یک همزاد داره و اون سطحی شدن و به عمق نرفتنه. من نمیگم نتیجه سرعت به عمق نرفتنه، چون نتیجه اتفاقی است که بعد از یک مدتی بروز میکنه. مثلا محمد خوارزمشاه تجار مغول رو میکشه، بعد گفتگویی در میگیره، پیشنهادی توسط چنگیز خان میشه، پیشنهاد عمل نمیشه، بعد از 6 ماه یک سال نتیجهش این میشه که مغول به ایران حمله میکنن. میتونستم نکنن، اگر اون فرایند به نحو دیگری طی میکرد اون اتفاق نمیافتاد. ولی وقتی ما سریع میشیم، ناگزیر سطحی هم میشیم. یعنی همون موقعی که این سکه رو دارن یه طرفش ضرب میکنن سرعت، اون طرفش ضرب میکنن به عمق نرفتن. ما تأمل و تعمق رو در زبان فارسی به عنوان مترادف به کار میبریم، در صورتی که تأمل به معنای مکس کردنه و درنگ کردنه و تعمق به معنای به عمق رفتنه. این دوتا به دوتا مقوله اشاره میکنن، ولی آنچنان این دو مقوله با هم ممزوجن که ما اینها رو به یک معنا در زبان فارسی به کار میبریم. خلاصه این حرفا رو داشتیم میزدیم با هم دیگه و با هم قرار گذاشتیم، گفتیم که با این قاعده و قانون که عالم معاصر داره به ما تحمیل میکنه، با سطحی بودن و سریع بودن، ما راه به جایی نمیبریم. عملا ما وارد بازی شدیم به این روش که پیش از بازی کردن بازنده ایم. به قول حافظ میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. تازه حافظ این رو در قرن هشتم میگه که به نظر ما نهایت هماهنگی و گریز از اختشاش بوده. با این سرعت ممکنه ما تبدیل به آدم آهنی های موفقی بشیم، ولی تبدیل به آدم های خوشحالی نمیشیم. اونم موفقیت با تدبیر و تعریفی که دوباره همین دنیای معاصر به ما ارائه میده، یعنی یک موفقیت تک بعدی و باز بسیار در سطح. این بود که قرار گذاشتیم هر کدوم ما تو دفتر نیم ساعت از وقتمون رو به نوعی، به هر نوعی که هر کدوممون میخوایم، به مراقبه شخصی اختصاص بدیم. یکی ممکن بود دوست داشته باشه کتاب شعر بخونه، یکی خط بنویسه. و من همون موقع بلند شدم و رفتم یک دفتر کوچکتر از آ4 شطرنجی گرفتم. من به واسطه علاقهی که به خطاطی دارم تصمیم گرفتم که سیاه مشق معماری کار کنم. خطاط ها عادات خیلی خوبی دارن، یکیش اینه که مشق نظر میکنن در تمام عمر،
به مرتبه استادی هم که میرسن مشق نظر رو ترک نمی کنن. یعنی کار خوب میبینن، با چشمشون مشق میکنن. و دیگر اینکه سیاه مشق می نویسن، یعنی کاغذ سفید میذارن جلوشون و انقدر می نویسن که سیاه میشه. سیاه مشق رو هم باز تا اعلی درجه استادی ترک نمی کنن. اون سیاه مشق کار عماد الکتاب قزوینی است که یکی از مفاخر فرهنگ ماست. شروع کردن مشق نظر کردن و سیاه مشق معماری کشیدن. کارهای اول، یعنی این اولین کاری است که کشیدم، فکر میکنم اواسط سال 97 اینطورا بود. خیلی ساده بود، ابعاد کاغذ حدود 20x25 سانت، آدمیزاد نداره، عناصر خیلی مجزا و منفک از هم. و آروم آروم دوست داشتم قدم هایی پیش برم. اون کار قبلی که دیدین شاید مثلا 2 روز 3 روز، یعنی 2 تا یا 3 تا نیم ساعت 40 دقیقه تمام شد، 2 ساعت مجموعا. اما دوست داشتم روش های دیگری رو از طراحی، فضاهای دیگری رو که در خیالم می پرداختم و تنوعی که به اونها می تونم بدم، اجزاء متفاوتی که می تونم واردشون بکنم رو تصویر کنم. همه تصاویر فلبداهه ترسیم می شدن. یعنی البته بعدن و اخیرن 2-3 تا کار کشیدم که اتود اولیه داشتن، اونم نخواسته. یه دفعه نصف شب یه چیزی به ذهنم رسیده، بلند شدم 1 دقیقه اونو کشیدم و از فرداش مثلا کارو شروع کردم. احوال مختلف دارن همینطور که میبینین کارها. و فراموش کردم بگم که اسم کارها رو ناکجا آباد گذاشتم. ناکجا آباد از این حیث که فکر میکنم ما هر آن چیز که در عالم خیال داریم، نه در عالم خیال من، در عالم خیال همه ما آباده. و ناکجا از این حیث که اگر آدرسشو از من بپرسین این کجاست، میگم نمیدونم کجاست. این رد نمیشه، رد شد. بعضی از ناکجا آبادها نسبتی با جایی که من قبلا دیدم ممکنه پیدا بکنن. این رو به یاد یک مرکز محله در شهر نائین کشیدم، گویی که وقت بعد از اینکه رفتم و اونجا رو دیدم، دیدم هیچ گونه شباهتی به اونجا نداره. و این رو به یاد جایی که احتمالاً شما رو هم مثل من به یادش میندازه، بقعه شیخ عبدالصمد در نطنز، اون چنار تناور کهنسال و اون سردری که پشتش با اون چنار در آمیخته و من شاخه های این چنار رو از داخل اون سردر به یاد اون فضا عبور دادم. و ناکجا آباد های دیگری که کماکان فلبداهن، آدم توشون کمه و آدم هایی هم که هستن میبینین که آدمکن، یه شمایی از آدمن، یه هیبتی از آدمن. بعضی از ناکجا آبادها علارغم این که ناکجان، ولی به اقلیمی از ایران تعلق دارن، گرچه همه اونها تقریبا به ایران بزرگ فرهنگی، نه ایران بزرگ، ایران سیاسی تعلق پیدا میکنن. اما بعضی ما رو یاد اقلیم های خاصی میندازن، مثل این که ما رو به یاد معماری حاشیه شمالی خلیج فارس میندازه و این دیگری که من رو به یاد معماری روستایی گیلان کشیدم. آرام آرام شروع کردم اون مداد 5/10 رو که اول دستم بود با یک مداد 3/10 همراهش کردم. جزئیات بیشتری وارد تصویر میشد و چون طبیعتاً دوست داشتم کار پیش بره و کار بعدی بهتر از کار قبلی از آب در بیاد، سعی میکردم ظرائف بیشتر واردش بکنم، موتیف های متنوع تری وارد کار بکنم. این یکی از اون کارهایی است که من براش اتود قبلی کشیدم. اینو شب، نصف شب، ساعت 2-3 یه دفعه به ذهنم رسید. اون یکی کار 2-3 دقیقه است و این یکی کار حدود 50-60 ساعته. طبیعتاً به تفصیل بردن یک چیزی که اجمالی در ذهن ما نقش می‌بنده، ممکنه تغییرات کوچکی در روند کار به وقوع بپیونده. اما اون چیزی که آروم آروم من برام اتفاق افتاد در ذهنم این بود که اون آدمک‌ها رو با آدم‌هایی که دارای شأن و مرتبه ای بودن عوض کردم. اون بخش میبینید دیگه، یک جزئی از
کادر. این تصویر کادرش بزرگتر از تصاویر قبلیه، حدوداً 35 در 45 سانت، تقریباً 30 در 45 سانت. احساس میکنم اون آموزشی که از انسان، از فیگور انسان، از این تن مایه انسان در دانشگاه به ما داده میشه، این نموداری که از انسانهای اولیه میکشن که میاد به انسان معاصر میرسه، اون انسان لوکوربوزه‌ای قبل از انسان اولیه است. یعنی هیچ گونه شأنی از انسانیت ما در دانشگاه یاد نمیگیریم برای آدم قائل باشیم، در صورتی که معماری اصلا مال آدمه، معماری مال ماهاست، مال ما که میگم، نه من به عنوان معمار، ما به عنوان معمارها، معماری اصلا برای آدمها ساخته میشه، در صورتی که اون تلقی مدرن به ما میگه این آدم فقط کافیه که از چارچوب در رد شه، توی روشویی بتونه دستش رو راحت بشوره، گرچه معماری امروز ما در همین حد هم گاهی جوابگو نیست. و این بود که شروع کردم آدمها رو به صورت نقش اول داستان معماری ترسیم کردم. این باز جلو نمیره. ترسیم ناکجا آبادها برای من برکاتی داشت، خیلی زیاد بود برکاتش. یکی همین که این مراقبه‌ای که با روزی نیم ساعت و 40 دقیقه شروع شد و صرفاً در دفتر، بعد خب جذبه‌ای که داشت، من اون دفترچه رو می‌بردم آخر هفته ها خونه و 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت روش زمان میگذاشتم. در دوران کرونا بعضی وقتا روزی 7 ساعت 8 ساعت روشون کار میکردم. تصاویر بزرگ بعضی وقتا حدود 300 ساعت زمان برده ترسیمشون. یکی از اونها تأثیر و تأثیر متقابلی بود که دانسته یا ندانسته اون عالم خیالی که مظهرش ناکجا آبادها بودن، چون در اون عالم خیال هیچ گونه قیدی، هیچ تاریخ ارائه پروژه به کارفرمایی، هیچ عمل کرده پیچیده ای وجود نداره و عالم خیال عالم رهاییه. تأثیر و تأثیری که میبینید پروژه هایی که طراحی میکردم و اجرا میکردم با اون فضایی که در ناکجا آباد ایجاد میشد با همدیگه نسبت پیدا میکردن، بده بسون داشتن. اما آخرین مطلبی که میخوام بهتون عرض بکنم اینه که شاید اگر 4 سال پیش 5 سال پیش از من میپرسیدین که من چقدر معماری ایرانی رو میشناسم، چون من در سالهای دانشکده که خورده آدم آزمون و خطا میکنه، این شاخه اون شاخه میپره که ببینه چه گونه ای از معماری به مزاقش خوشتر میاد، ولی در نهایت شاید 20 سالی هست که علاقه اول من معماری ایرانی است. شاید اگر 4 سال پیش از من میپرسیدین من چقدر معماری ایرانی رو میشناسم، بهتون میگفتم من 60% 70% معماری ایرانی رو میشناسم. ولی الان یه بار اینو یه جایی گفتم، دوستان فکر کردن من شکست نفسی میکنم، ولی حقیقتش اینه که تقریبا من مطلقا معماری ایرانی رو نمیشناسم و این رو ناکجا آبادها به من یاد داد. این که من فهمیدم با چه موضوع عمیق و وسیعی سر و کار دارم، کرانه نپیدا و بن ناپدید، اصلا سر و ته نداره و آدم نمیدونه داره به کجا میره. این مقوله فقط فرم و تکنیک برای به کار گرفتن اون فرم ها نیست. خب خیلی از ما فرم های معماری ایرانی رو تا حدی میشناسیم، بعضی از ما به ندرت با تکنیک های طراحی معماری ایرانی هم آشنایی داری، که البته من به ندرت دیدم آدم ها از فرم ها فراتر برن و به تکنیک ها و ظرافت طراحی بپردازن. اما اون چیزی که در معماری ایرانی شگفت انگیزه، قابلیتش برای پاسخگویی به هر سوال معقول ممکنیه. میگم سوال معقول چون بعضی وقتا ما سوالی که از معماری میکنیم اساساً سوال غلطیه. یعنی یه کارفرما پروژه میاره وسط جنگل یه برج 35 طبقه. اصلاً این موضوع رو بگیم حالا اینو ایرانی جواب بهش بدیم، این اصلاً جواب درست، نه ایرانی نه فرنگی
نداره. ولی اگر موضوعی باشه که سوال درستی از امر طراحی بکنه، بی برو برگرد در معماری براش، در معماری ایرانی براش جواب پیدا میکنیم. چون ویژگی منحصر به فردش، نمیگم منحصر به فرد چون یه خورده هنر نزد ایرانیان است و بس میشه، ویژگی بسیار برجسته معماری ایرانی هوشمندی نهفته در اون تکنیک ها و قابلیتشون برای پاسخگوییه. پیشنهاد میکنم به خودم قبل از همه که گفتم احساس میکنم بسیار در یاد گرفتن معماری ایرانی راه برای رفتن دارم، و به شما هم که به جای اینکه در خونه این و اون رو بزنیم، در معماری خودمون به دنبال یافتن راه حل‌های منطقی بگردیم. دوست دارم با این بیت حافظ تمام کنم عرضم رو، که سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. ممنونم.